آفرین آفرین، خیلی خوب. به نام خدا و با سلام به شما علاقمندان مسابقه هفته. در بخش اول نیمه اول ما از هر یک از نامزدهای محترم سه آذری زبان‌های عزیز از جاهای مختلفی که ترک نشینن ترک زبان‌ها هستن. من تصحیح می‌کنم که از نظر استفاده از این کلمه جناب آقای رئیسی یاساشین آذربایجان. دولت سلام، دولت جوانهای لور، کرد، لک، تات، عرب، فارس، بلوچ، سیستانی، ترکمن، بخیاری، قشقایی، تالشی، مازنی، گیلکی، ایسوی، موسوی، مسلمان، شیعه، اهل سنت است. من افتخار میکنم زاکروسی هم و از قوم لور هستم. من صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هستم. میخواستم بگم من اصلا کل کابینم رو خانوما میذارم که دیگه دستی بالاتر از دست من نباشه. کشور باید جهش پیدا کند. از ما مسکن و اشتغال از شما استفاده. برنامه بسیار منظمی دارم که دیگه الان جایی باز کردنش اینجا نیست. ما در این کرونا کاری کردیم برای دنیا الگو شد. از سه ماه همه مردم ایران واکسینه میشن. جان ما فدای همه ملت ما و این رو ثابت کردیم. من از سال 96 متوجه شدم که اصلا رأی دادن توی این مملکت هیچ خاصیتی نداره. چه دلیلش چیه؟ رئیسی به قالیباف میگفت تو دزدی، قالیباف به روحانی میگفت تو دزدی، همشون متهم به دزدی میکردن. رئیسی که تموم شد رفتم خود من احمق به روحانی رأی دادم. وقتی روحانی شد رئیس جمهور گفتم خب اون قاتل سال 67 که آقای رئیسی باشه نمیاد. رئیسی شد رئیس قوه قضاییه، یه دزد دیگه هم به نام قالیباف شد رئیس مجلس. به خاطر ندا آقا سلطان، به خاطر پویا بختیاری، به خاطر محمد نوریزاد، به خاطر نرگس محمدی اوغدان، هواپیمای اوکراینی کوی دانشگاه که دانشگاه رو پرت میکردن یادتون میاد؟ به خاطر دانشجوها آبان 96 1500 نفر، به خاطر 500 هزار تا کشته سوریه که بشار اسد 20 سال دیکتاتور، 30 سال هم باباش بوده اینا دارن ازش دفاع میکنن. به خاطر فعالان مدنی عراق که میرن میکشن میندازن. حالا معلوم نیست منم سر سالم به کور ببرم یا مادرم بهم گفت نرو بچه میکشنه. گفتم نه من باید برم بگم. و در آخرم بگم به خاطر نوید افکاری که داداشش الان تو سلول انفرادی هن. همین حکومت اسلامی نوید افکاری رو کشته، شبونه خاکش کرده، داداشش کشته. میگه بس تجربه داریم در این دار مکافات، هر که با ملت خود در افتاد بر افتاد.